چه خلقی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. وقتی امام حسن مجتبی و جدی با یکدیگر ازدواج کردند، ما یه سعی در تحریک جدی همسر امام کرد تا امام را مسموم به شهید کند. جده اما قول و قول حرفای ماهیرا نمیخورد. سلام، لیست بیکر قد دوهای چنل میدیا، برای حمایت از ما فقط کافی ویدیو را لایک کنید، کانال ما سابسکرایب کرده و فقط نظرات ارزشمندتون را در قالب کامنت ها برای ما بنویسید. ماهی به جده گفت اگر تو حضرت علی را به شهادت برسانی، من علاوه بر این که به همسری پدرم یزید انتخاب می کنم، بلکه به تو ثروت و مال بسیاری می بخشم. جده خود حرفای ماهی را خورد، زهر را داخل شیر ریخت، به امام حسن داد و امام حسن بعد از کمی از شیر را نوشیدند متوجه زهر شدند و فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. بعد جده را نفی کردند. بعد ماویه به قول ثروتش عمل کرد، ولی به قول خواستگاری فرزندش گردید نه و گفت میترسم پسر من یزید را همچون حسن ابن علی به قصد برسانی. بعد شهید کردن امام حسن که همه مسلمانان او را مورد لعن و نفرین قرار میدهند، به او لقب زنی را دادن که شوهرش را به قتل میرساند. بعد از اینکه شهید کردن امام حسن، جده دوباره ازدواج کرد، با آنها را نیز به قتل رساند. بعد پدرش در شهادت امام علی و برادرش در شهادت امام حسین نقش داشتند، که زیرا برادرش در کربلا یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد بود. پدرش اشعث بن قیس ابن موجب مرادی لعنت الله علیه را در خانه خود اسکان داد و او در سن 66 سالگی به درک واضح شد و از او به لعن و نفرت یاد می شود، به امید روزی که در مقابل محضر بزرگ خداوند کمتر شرمنده باشی. یا امام حسن مجتبی
امام مظلوم شیعیان و درود خدا و ایشان که مظلومانه به شهادت رسیدن. خب این بود ویدیو امروز ما و ویدیوهای جنه کانال ما سابسکرایب کرده، ویدیو را لایک کنید و منتظر نظراتتون در قالب کامنت ها هستید. حتما این ویدیو را دوست دارتون اگه خوشتون اومد نشون بدید. باشه کن لعنه خدا بر جده که شای به احتمال زیاد الان جهنم داد عذاب میکشد. چرا؟ چون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به صورت امام حسین و امام حسن بوسه میزد. نماز سرور جوانان اهل بهش نامید به قاتل آنها را لعنت میفرستاد. وقتی که پیامبر خدا کسی را لعنت میفرستاد آنکس به عذاب شدید گرفتار خواهد شد. پاینده و عزیز باشید. خدا نگهدار. الله الواحد و غفار، پادشاه نام خدا و دیوان و غفار است. وقتی مصیبت بر تو میاد فقط به انا لله و انا الیه راجعون و خدا انشالله به شما منزل نیکو در بهشت عطا کنه. امید است خداوند از روی نهایت لطف و مهربانی جان ما را بستاند، نه از روی کمیت و کیفیت اعمال ما. پاینده و عزیز باشید. خدا را نگهدار.